سلام، به کانال نیایش خوش اومدین. در برنامه امروز به 5 دعای برتر برای آرامش اعصاب و روان و رفع دلشوره اشاره می کنیم. ممنون از اینکه امروز هم به کانال ما سر زدین و مثل همیشه با لایک و سابسکرایب کردن از ما حمایت می کنید. اگر از برنامه های ما خوشتون اومد، حتما اون زنگوله رو هم فشار بدین تا روزهای بعدی هم در جریان برنامه هامون قرار بگیرین. دعا یکی از راه‌های ارتباط با پروردگار هستی به شمار می رود که گاهی اوقات آرامش بی نظیری را به فرد دعا کننده می بخشد. دل انسان تنها با یاد خدا آرام می شود. به همین دلیل دعاهایی که برای آرامش اعصاب و روان در قرآن توصیه شده اند، راهی مطمئن برای کسب آرامش درونی و آرامش اعصاب و روان است. دستیابی به آرامش اعصاب و روان تنها با آرامش درونی به دست می آید. همین انسان ها به خصوص مؤمنان می دانند که یاد خدا آرامش بخش دل هاست. و به همین خاطر پناه بردن به خدا را راهی مطمئن برای رفع دلشوره می دانند. فردی که اعصاب و روان خیش را کنترل نماید، دیگر خشمگین و ناراحت نخواهد بود. پروردگار عالم یکی از خصوصیات انسانهای پارسا و مؤمن را که اسم غیظ و عفو از مردم می داند و می فرماید مؤمنان به هنگام عصبانیت خشم خود را فرو می‌برند و از اشتباه مردم در می‌گذرند و همانا خداوند نیکوکاران را دوست دارد. راه‌های معنوی رسیدن به آرامش اعصاب و روان و رفع دلشوره. 1. پناه بردن به خداوند. 2. وضو گرفتن با آب سرد. 3. دور نمودن علل خشم از خود. 4. صبر پیشه کردن. 5. دعا برای آرامش یافتن. 6. نماز خواندن. 7. یاد خدا کردن. بیشک دعا، نیایش، نماز، توبه، یاد خدا و صبر از مؤثرترین احیاگران روح و روان انسانی است که موجب رفع دلشوره و استرس می شوند. سوره های قرآنی برای دستیابی به آرامش. دعا و ذکر آرامش بخش انسان هاست. از جمله رایج ترین دعاهای آرامش بخش عبارتند از ماشاءالله، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. با نیتی صادقانه و قلبی اگر این ذکر را بگویید، تأثیر زیادی در کسب آرامشتان خواهید داشت. میرزا احمد آشتیانی در کتاب هدیه احمدی آورده است که علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان فرموده اند برای رسیدن به آرامش در حالت نشسته و ایستاده دست خود را روی سینه بگذارید و چندین مرتبه آیه 28 سوره رعد را بخوانید. الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله علا به ذکر الله تطمئن القلوب. آرامش بخش ترین دعا برای آنان که به خدا ایمان دارند. شکرگزار بودن مایه آرامش روان است. در طول روز به تفصیل در مورد نعمت‌های الهی و الطاف خداوند نسبت به خود فکر کنید و شاکر تمامی نعمت‌هایتان باشید. از پروردگار عالم و اهل بیت علیه السلام یاری بطلبید و با نیروی مضاعف به زندگیتان ادامه دهید. آگاه باشید که محبت خداوند نسبت به بندگانش توصیف ناپذیر است و نمیتوان آن را محدود کرد. علا به ذکر الله تطمئن القلوب. گواه روشنی است که وجود خدا و حس حضور او مایه آرامش بندگان است. همچنین با خواندن دعاهای دیگر مفاتیح الجنان همچون دعای کمیل، دعای ندبه، دعای مکارم الاخلاق،
مناجات شعبانیه، زیارت عاشورا، زیارت جامعه کبیر می توان از نگرانی ها و استراب ها دور شد. خواندن قرآن موجب رفع دلشوره و کسب آرامش می شود. همچنین سوره های نظیر احقاف هر جمعه، مداومت بر سوره های قدر، عصر و همچنین آیت الکرسی نیز در آرامش شما بی تأثیر نخواهد بود. مداومت بر استغفار و گفتن ذکر استغفر الله ربی و اتوب الیه و ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم نیز در رفع پریشانی بسیار مؤثر است. راه حلی برای آرامش روحی و وسعه صدر. برای افزایش حوصله و صبر خود هر شب قبل از خواب سوره مبارکه عنکبوت را قرائت کنید. همچنین امام صادق علیه السلام در روایتی فرمودند که در شگفتم برای فردی که از چهار چیز می ترسد چگونه به چهار کلمه پناه نمی برد. اول فردی که ترس بر او غلبه کرده است به ذکر حسبنا الله و نعم الوکیل سوره آل عمران آیه 171 پناه ببرد. دوم افراد اندوهگین به ذکر لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سوره مبارکه انبیاء آیه 87 پناه ببرد. سوم افرادی که مورد حیله و مکر قرار گرفته اند به ذکر افوز و امری الالله ان الله بصیر بالعباد سوره مبارکه غافر آیه 44 پناه ببرد. و چهارم برای کسانی که خواستار دنیا و زیبایی های دنیا هستند بهتر است به ذکر ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله سوره مبارکه کهف آیه 39 پناه ببرند. بیشک همه ما انسان ها در بسیاری از اوقات زندگی خود دچار استراب و نگرانی می شویم و به همین جهت لازم است تا بدانیم در این شرایط باید چه کنیم. امید است با خواندن آموزه های دینی و دعاهای گفته شده آرامش به عنصری جاویدان و همیشگی در زندگیتان تبدیل گردد.